من این جدول رو اووردم این زیر، فقط به خاطر اینکه دوباره به مشکل چیز نخورم، این لینک رو به خودتون میسپارم. بعد با وی پی ان هم حتما وارد بشین که براتون بازش کنه. ببینید من چون اینو قبلا رو سایتش میوردم بالا، نقشه رو نشون میدادم، خب دیگه حالا از اسکرین شات از نقشش نداره. چین نگاه کنید، ردیف اوله، اصلا نموداره متفاوت، بعد امریکا، بعد روسیه است و همینطور کشورها میاد به ایران میرسه و بعد از ایران کانادا و آلمان و بقیه کشورها. میبینید تفاوت ایران با بقیه کشورها زیاد میشه، پس این یه پتانسیله، یعنی مادامی که من بتونم از این پتانسیل استفاده بکنم برنده این بازیه. حالا قطعا مسئولین یه به قول معروف شرایط و مقتضیات دیگه رو مد نظرشون قرار دادن که حالا یه مقدار روی مسئله حساسیت هایی وجود داره و قطعه اخیر هم دارن میندازن گردن ماینر، حالا شاید درست یا شاید هم دلایل دیگه هم درش دخیل باشه. لذا دقت داشته باشین، اینی که میگن ایران بالاترینه یه آدرس غلطی دارن میدن. نه، ایران بالاترین نیست، ایران فاصله معناداری با صدر جدول داره. هر به قول معروف یه درصدی که بخواد این رشد بکنه، بعد کلی سخت افزار وارد ایران شه، کلی به هر حال هزینه های کارشناسی پرداخت بشه، این دستگاه متصل شه، هزینه های نگهداری داره. همونطور که تو فیلم دیدین، اولا که چه مساحت بزرگی درگیر این پروژه بود، بعد به غیر از تخصص کامپیوتر دیدین تخصص برق حرف اول رو میزنه اونجا و این بیزینس 7 در 24 قطعی نداره. پس دیگه حالا شما حساب کنید هزینه نیروی انسانی که البته توی این پروژه هزینه برق بزرگترین هزینهش هست، اما این با اون سر صدایی که داشت وسط شهر و تو کوچه و تو انباری خونه و تو حیات و وسط باغ و باغچتون امکان پذیر شاید نباشه، نیاز به یه سری امکانات داره. فقط این بابت این نمایش دادم که توی این روزا من خیلی میشنوم، یا به هم پیام میدن یا تماس میگیرن که ما میخوایم یه استخر، میگم من مثلا تخصصم معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، رو ماینینگ من چیزی نمیدونم، اطلاعات محدودی دارم میتونم بهتون بدم. و دقت داشته باشین که یه همچین قاعده‌ای درش حکم فرمان. خب از این داستان ماینینگی که بگذریم، این بیت کوینی که اومد قراره بره روی خدمتتون بگم یک سری بی تی ام به فروش برسه. یک وبسایتی هست، من الان اینو بیارم بالا بهتون نمایش بدم. قبلا ندیدیم اینو که بسیار خوب، من این سایت رو بیارم بالا. ببینید الان تعداد کل خودپردازهای بیت کوین، الان تعداد کل دقیقش رو میبینیم، ولی رسیده مثلا به حدود 18 تا. جلسه قبلی که من دوره قبلی که داشتم برگزار میکردم یک ماه خورده قبل بود، میشه 44-45 روز قبل شروع شد، حدود 30 تا دستگاه بود. و میبینید تعداد دستگاه هایی که به شما هم میفروشه و هم ازتون میخره حدود 25 خورده درصده و قسمت 74 خورده درصد فقط به شما چیکار میکنن؟ میفروشن. دقت به این مسئله داشته باشین. خب من ببینم این باز شد. بله من شیر اینجا رو برای شما ببندم، بیاین روی اسکرین با من. آدرس اینو من برای شما کپی میکنم و اینجا قرار میدم که بتونید ازش استفاده کنید. اینو حتما داشته باشین. ببینید این سایت کوین ای تی ام رادار به شما امکان اینو میده که دقیقا یه آمار به لحظه ای داشته باشین. الان 14016، الانی که با هم داریم صحبت میکنیم، این تعداد خودپردازی که ثبت شده توی این سایت و حالا شاید یه ذره بالاتر از این تعداد باشه، ولی خیلی اختلاف نداره. شما 5% مثبت برای این در نظر بگیرید. 14016 دستگاه BTM در سطح دنیا گسترده شده و خدمتون ارشد در 71 کشور دنیاست و 570 تا اپراتور هستن که برای یعنی همون این اکسچنج نقش اکسچنجر رو دارن که وصلن به اینها برای اون تامین اون استخره که بتونن بفروشن کوین‌هاشون رو از طریق این. خب من دونه دونه اینا رو باز میکنم با هم میبینیم.
من لوکیشن هم گذاشتم اکسپت بکنه و خب تهران رو شناخت و یه دونه 7 در 24 همین دوروبر خودمون هست تو ایران، یکی از جدیدن یه شرکتی یه دونه از این بی تی ام آر توی دفترش گذاشته. من میگم میخوام بیت کوین بخرم، اپریشن هم میشه بای، و میخوام از ای تی ام بخرم. یه دونه اینجا داد، روش کلیک کردم، میگه تهران سیتکس کورپوریشن هست اسم کمپانی، 7 در 24، میگه باز حالا باید دید، و بیت کوین، بیت کش، اتر میزنه با فیات آی آر چیکار میکنه، اکسچنج انجام میده. دیتیل بیشتری میخوام، میزنم صفحه بعدی باز بشه ببینم آدرسش نوشته دقیقا کجا هست. بله، صادقیه، بلوار فردوس قبل، خیابان ابراهیمی شمالی، کوچه الف، الف دوم، الف دوم، شماره 5. این از نظر لوکیشنیش، اینم در داخل کمپانی که این رو ساخته. روی سخنم با دوستانیه که حالا تو همین دوره هم دارن شرکت میکنن و تولید کننده سخت افزار هستن. سخت، بالاخره این بازی شروع میشه برای ما هم، و ما چجوری میتونیم خودمون رو به روز نگه داریم و بتونیم اگر اتفاقی افتاد و این در باز شد و این امکان پذیر شد ما اولین نفر باشیم. فکر میکنم 50، اگر اشتباه میکنم دوستان اصلاح کنن، فکر میکنم بوده 50,000 تا خودپرداز ما در سطح کشور داریم دیگه. 50,000 تا که نه، آره 50,000 خورده فکر میکنم داریم، درسته این عدد یا مثلا کمتر بیشتر شده؟ دوستانی که تو حوزه صنعت بانکداری و سخت افزار بانکی دارن کار میکنن فکر میکنم عدد بهتری دقیق تری داشته باشن. اگه یادداشت بفرمایید زی ممنون میشم. 54,000 تا عدد دقیقی که آقای مهندس میفرمان، 54,000 تا خودپرداز داریم که ببینیم ما الان چند هزار تا خودپرداز در سطح دنیا داشتیم که بی تی ام ساپورت میکرد، یعنی بی تی امی بود 14,000 خورده. الان این 54,000 تا اگر مثلا 10% هم محقق بشه با با بی تو سی ها، این منظورشون از بی تو سی ها این خودپرداز های مشارکتیه که شما میرین مثلا توی بقالی میرین، بله درسته، یه دونه خودپرداز طرف خودش خریده، به یه سویچ بانکی وصل کرده، پولم خودش میذاره، از اون تراکنشی یه محل درآمدی داره که حدود 60,000 تا. ما میگیم 10% این بتونه بیاد به این شبکه، یعنی ظرفیت همه خودپردازا، شاید مثلا این قابلیت اضافه کردن اون دریچه و حالا داستان اون خود اتصال اینترنتیش هم، بحث امنیتی اون لینک اینترنتیش هم خب خیلی قصه داره توش. اگر 10% این بیاد به این شبکه وصل شه، ببین چه پتانسیلی توی کشور وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا من این مثال رو زدم که شما دقت داشته باشین که به چه صورتی میتونیم از اینا استفاده کنیم. یه طرحی هم داره خودش، حدود قیمت اینا رو هم میگه که شاید از نظر اقتصادی شما بتونید بررسی هم بفهمید. خب حالا پس من این اینجوری دیدم یه جایی رو پیدا کردم. بعد خدمتتون عرض شود که بریم سراغ سرویس های دیگه. ببینید هر کدوم از این شرکت ها به شما دارن سرویس توی نقاط مختلف میدن. مثلا بیت تو دی مثلا 23 تا لوکیشن داره، بیت کوین پوینت 12 تا لوکیشن که روش کلیک بکنید میبینید. بعد که شما این خودپرداز رو آماده کردید، بعد به یکی از اینها وصل شید. دقت داشته باشین که بعد به یکی از اینها وصل شید که از خدماتش بتونید استفاده بکنید. حالا این اسکول بیت کوین ای تی ام و اینجا هم که شما میبینید که میتونید اطلاعات خودتون هم ثبت کنید، بیت کوینتون هم ثبت بکنید به عنوان بی تی ام هم ثبت کنید به عنوان یکی از سرویس دهنده. امریکا رو بر اساس تقسیم بندی کشوری، امریکا 11 از این 14,000 تا اکثرش تو امریکاه، ایالات متحده نه آمریکای شمالی، 1,000 تاش تو کانادا، انگلستان، استرالیا، اسپانیا و بقیه کشورها. بعد یه جوری تقسیم شده که حالا شما که نگاه میکنید، به فرض بریم سراغ ترکیه رو ببینیم میتونیم پیداش کنیم. 4 تا لوکیشن تو ترکیه.